سلام، وقتتون بخیر. سارا پرهام هستم از پرژن وارز جوایز پارسی در لندن با برنامه لایو شبهای اروپا از سری برنامه های لایو شبهای ایرانی. امشب با شما هستم و منتظر یک مهمان هست دارن، همینطور گروه دف نوازان صدف که زیر گروه گروه کندو هستن و از نروژ در فصل ها متحق بشن. اجازه بدید که بله، ایشون الان در لایو ما حضور دارن. من تایید پیغام ایشون رو بزنم که برنامه رو با ایشون امشب شروع کنیم. برنامه امشب از نروژ هست، آقای جلال قباد که گروه موسیقی کندو رو دارن و قرار هست که در مورد فعالیت کاری خودشون صحبت کنن. تا زمانی که آقای قباد به ما ملحق بشن، اجازه بدید که من دوباره تایید ایشون رو بزنم. همونطور که میدونید، پرژن وارز جوایز پارسی قصد داره که در سال 2025 هم فستیوال بین‌المللی سالانه ایران رو برگزار کنه. سلام، حال شما؟ درود بر شما سارا خانم، حال شما چطوره؟ زنده باشید، ممنون، خوش آمدید. سپاسگزارم، خیلی متشکرم از دعوتتون و ممنونم از پرژن وارز که ما رو دعوت کردن. خواهش میکنم. هم با برنامه لایو شبهای اروپا از سری برنامه های لایو شبهای ایرانی امشب در خدمت جناب آقای جلال قباد هستیم. ایشون گروه موسیقی کندو رو دارن، مخصوصا اینکه یک گروه دفنواز به نام صدف هم زیر گروه کندو هستن. جناب آقای قباد، خواهش میکنم در ابتدای برنامه لایو بفرمایید برای بیننده های ما در مورد گذشته خودتون بفرمایید. چطور شد اصلا وارد عرصه موسیقی شدید و این گروه کندو رو چطوری در نروژ راه اندازی کردید؟ درود میفرستم خدمت همه هموطنانم سراسر دنیا و سپاسگزارم از شما سارا خانم و پرچین وارز. والا سابقه طولانی داره گروه، چون من از نوازندگان قدیمی هستم که از ایران از سال 55 خودمون شروع کردم موسیقی رو. هنرجوی کاخ مرکزی جوانان و معلم موسیقی سازمان شیرخوش سرخ ایران بودم تا سال 57 که انقلاب شد و خب البته همکاریم با خواننده‌های معروفمون هم اونجا همکاری داشتم. بعد دیگه انقلاب شد و خب ما از بیکار شدیم و مهاجرت کردیم. البته گروه کندو رو همون تو ما جزو اولین گروه‌هایی بودم که بودیم که گروه‌های زیرزمینی رو شروع کردیم بعد از انقلاب، چون موسیقی دیگه قدغن شده بود و همه جا تعطیل بود و ما تقریبا جزو اولیا بودیم که گروه کندو رو اونجا بنیانگذاری کردیم و بعدا خب نتونستیم فعالیت کنیم، مهاجرت کردیم به ترکیه. چند سالی تو ترکیه بودیم، بعد از ترکیه مهاجرت کردم به نروژ سال 88 و گروه رو اینجا ادامه دادم. طی سالیان من خیلی فعال بودم، با اکثر خواننده های حرفه ایمون کار کردم، هم از جناب وی زندهات ویگن و با تقریبا با اکثرشون کار کردم و گروه کندو رو بنیانگذاری کردم. اینجا دوباره شروع کردم، ثبت کردم و کار ادامه پیدا کرد و تقریبا کنسرت گذار و گروه های خواننده هم خودمون بودیم. البته خب تو این سالیان تعدادی دوستان اومدن به ما ملحق شدن، سفر کردن، رفتن، دوباره یه سری جدید اومدن، ولی خب من خودم ادامه دادم تا به حال. و این اواخر تو این یک سال و نیمی که گذشت، خب یه گروه بزرگ دفنوازی که اکثرا شاگردای خود بنده هستن آموزش دادیم و ملحق شدن به ما، که فوق العاده شکل قشنگی پیدا کرده گروه، که گروه صدف هست و ملحق شده به گروه کندو که دو تا گروه در یک گروهی. و کارا رو ادامه میدم، خودم تدریس موسیقی میکنم چون تخصصم تو گیتار هست، شاگردای خیلی بسیاری رو آموزش دادم، تعلیم دادم و الان هم دارم ادامه میدم. خیلی هم عالی. خب من سوالی که میخوام ابتدای امر از شما بپرسم، آیا برنامه هایی که اجرا میکنید فقط مخصوص نروژ هست یا اینکه نه در کشورهای دیگه که به حال تو مناطق اروپا هست یا به حال جای دیگه هم آیا شما برگزار دارید برای برنامه؟ برای اینکه میپرسم که بیننده ما اگر در جای مختلف هستن بدونن. تو سوالی سالیان قبل که همکاری داشتم با دوست عزیزم ابی توی اسکاندیناوی با شرکت میکردم، با گروه کندو که اجرا میکردیم باشون و خب پیش برنامه‌ای داشتیم که قبل از که ایشون رو سرنوشت ما خودمون برنامه داشتیم. بیشتر توی سوئد بودیم، سوئد و نروژ فعالیت کردیم. بله، خارج از نروژ هم بودیم قبل.
میتونم بپرسم الان گروه کندو تشکیل شده از آقای قباد؟ صدای بنده رو داری؟ آقای قباد صدای من ندارید؟ فکر میکنم که تلفنتون احتمالاً یا زنگ خورده. بله خواهش منم میکنم، مشکلی نیست. نه نه قطع وصل ایرادی شد، ولی نداره، اگه من یه الان موقع زنگ بخوره ممکن اختلال ایجاد بکنه، مشکلی نیست جناب آقای قباد. من سوالی که داشتم این هستش که الان گروه کندو دقیقا تشکیل حالا شده قطع از وصل چند میشه، نفر فکر هست کنم و چه اینترنت افرادی مشکل در داشته عضو باشه، گروه کندو هستن؟ فکر کنم نمیدونم ببینم رهبر گروه هستم. آقای آندره هست که پرکاشن و ضرب و دفن کنه و میخونه، و آقای علی پالیزبان هستن که دف نوازی میکنن، و آقای سعید توتونچی هستن که ایشون ساکسفون و پرکاشن و بوکال میکنن، و حدودا 12 نفر از خانمهای ایرانی هستن که لطف کردن تو این مدت 1 سال و نیم اومدن کلاس های دف و گروه ما رو خیلی قشنگتر و کامل کردن. بله، و الان حدودا میتونیم بگم که تا 16 نفر بعضی وقتا میرسیم رو صحنه. خیلی هم عالی. خب آقای قباد، کلاس هایی که برگزار می کنید، آیا به هر حال اینو برای کسانی دارم میپرسم که دوست دارن با شما در ارتباط باشن، چه از داخل ایران چه از جاهای دیگر، کلاس های شما آیا به صورت آنلاین هست یا فقط حضوری برگزار می کنید؟ کلاس ها البته خیلی از دوستان دور هستن، حالا تجربه نکردم، ولی حضوری هستش. تو مناطق مختلف اسلو هستم، تو 3 قسمت اسلو کلاس دارم که نزدیک باشه برای اون کسایی که تو اون قسمت زندگی میکنن، 3 قسمت از اسلو تدریس میکنن. خیلی هم عالی. خب سوال بعدی من در ارتباط با مسیر مهاجرت شما هست، چون میدونید که وقتی که مهاجرت صورت میگیره با دغدغه های زیادی برخورد میکنن مهاجرین، خصوصا مثل زبان متفاوت، مثل قوانین، مثل فرهنگ. تجربه خودتون رو بفرمایید. به حال توی نروژ ممکن بود به اندازه ای که مثلا در آلمان ایرانی هستش، ممکن بود در وقتی که شما مهاجرت کردید اون اندازه ایرانی نباشه. آیا ایرانیانی که در اونجا حضور داشتن تونستن حمایتی از شما بکنن و به شما راهنمایی بدن برای اینکه با کمتر مشکل مواجه بشید؟ من اولا که سپاسگزارم از اینکه توی نروژ با من هستن. من میتونم بگم جزو اولیا بودم، اومدم اون موقع که من اومدم ایرانیا خیلی کم بودم، چون مثلا 88 اومدم نروژ، اون موقع خیلی کم بودیم، ولی واقعا سپاسگزارم که تمام برنامه های منو توی 30 و چند سال حمایت شدن. هر برنامه، هم از کنسرت های بزرگ یا برنامه های خود گروه کندو بوده، همیشه حمایت، یعنی هیچ موقع ما دستنها نموندیم. از همینجا اگر صدای من رو میشنون، از همهشون سپاس گذارم. خب آقای قباد، وقتی که میخواید برنامه هاتون رو اطلاع رسانی بکنید، آیا فقط از صفحه اینستاگرام میتونن پیگیری کنن ببینن که چه برنامه دارید، یا نه مثلا از طریق جاهای دیگر میتونن شما رو پیگیری کنن برنامه هاتون؟ بله، طریق اینستاگرام، فیسبوک، و جایی که الان هست بیشتر فیسبوک و اینستاگرام. بله بله میتونم پس برنامه های شما رو پیگیری کنم. خب سوال دیگه ای که دارم از خدمت شما، شما الان خب با ایرانیان در ارتباط هستید و قطعا غیر ایرانیان هم میان برنامه های شما رو میبینند، با تمام اینکه ممکنه حتی متوجه موسیقی ایرانی و به حال اون اشعار ایرانی نشند، ولی بیننده غیر ایرانی هم خواهید داشت. از تجربه خودتون بفرمایید، به واسطه سالهایی که برنامه اجرا کردید، کنسرت داشتید و جایی که حضور پیدا کردید و غیر ایرانیان بودند، چقدر موثره که هنرمندان تلاش کنند که فرهنگ ما رو به غیر ایرانیان هم نشان بدهیم؟ عرض کنم خدمتتون سارا خانم که از اون زمانی که من وارد نروژ شدم، از همون سال 88، خب کارم رو ارائه دادم، کار موسیقی پاپ ایرانی رو ارائه دادم، و سعی کردم یه مقدار تلفیقی باشه، سازهای سنتی بیارم، سینا جالبتر بشه، فوقلاده شد براشون. من تو سال 89 عضو بزرگترین مرکز موسیقی نروژ شدم به نام ریکس کنسرتنه، که کنسرت های بزرگی داشت سراسر اسکاندیناوی. از طریق
این مرکز ما معرفی شدیم و خیلی تا سال تقریبا 96-97 سراسر اسکاندیناوی ما سفر میکردیم و موسیقیمون ارائه میدادیم. هر جا میرفتیم با استقبال بود، یعنی استقبال میکردن از ما و این باعث خوشحالی بود و این باعث شد که ما تشویق بشیم و کارمون رو بیشتر ادامه بدیم. یعنی کار فرهنگی ما فقط برای ایرانیا نبود، تو سطح نروژیا بود. خیلی دعوت میشدیم به تمام شهرها، اهم از نروژ، سوئد، دانمارک ما رو دعوت میکردن و برنامه اجرا میکردیم براشون. خب میخوام بدونم وقتی که شما تجربه اینو داشتید که به هر حال فعالیت های زیادی انجام دادید، فعالیتتون گسترده بود خصوصا در عرصه موسیقی از سالهای دور، حالا چه در ایران چه خارج از ایران، شما الان دارید حمایت میکنید به نحوی فعال اجتماعی محسوب میشید در رشته خودتون، همینطور که خانمان دف نواز به شما ملحق شدن و همینطور این گروهی که دارید هی بزرگتر و بزرگترش میکنید و تعداد نوازندهای بیشتری رو جذب میکنید، حالا از دیدگاه شما میخوام بدونم چقدر موثره که همه افرادی که در یک رشته فعالیت میکنن مثل رشته موسیقی که اگر هنرمندانی مثل خودشون رو حمایت کنن و این وسعت کارشون رو بیشتر کنن، آیا اصلا این تاثیرگذار هست در اینکه دیده بشن یا نه؟ مثال خانم منظورتون رو متوجه نشدم دقیقا سوالو، اگر یه خورده خلاصش کنید. خب اگر بخوام به صورت خلاصه بگم، شما الان توی گروهتون تعداد افراد زیادی رو جذب کردید، به دیگر کاران خودتون اگر بخوای پیشنهاد بدید، آیا واقعا تاثیرگذاره که کارشون موفق تر بشه که تعداد هنرمندان بیشتری رو جذب بکنن؟ من پیشنهاد به همه دوستان ایرانی میکنم، اونایی که تو کار موسیقی هستن حتما این کار رو بکنن، چون که فوق العاده بیشتر تاثیرگذاره. اولی که موسیقی رو ما گسترشش میدیم، به خصوص من خیلی خوشحالم که از خانمای عزیز ایرانی که اومدن شرکت کردن و با ما رو صحنه ها میان، این باعث افتخار منه و من فکر میکنم که تو هر جای دنیا اگر شرکت کنم خانم ها بیشتر، به نظر من خیلی قشنگتر و بهتره. و حالا ایشالله تو آینده دوست داریم که دوست دارم که یه گروه کور هم به ما ملحق شه، حتی که خانم ها و آقایون تشکیل میده، که بازم بزرگتر بشیم. خیلی تو فکر این هستم که این گروه به 30 نفر 40 نفر حتی برسه. خب اگر قرار باشه که از گروه کندو بشنون که قرار چه اتفاقاتی در آینده نزدیک بیفته، چه برنامه‌ای پیش رو دارید آقای قباد؟ ببینیم، ما در حال تمرینات هستیم، یه سری برنامه ها داریم درست میکنیم. البته توی نروژ استقبال خیلی شده از ما، تو ایام برنامه های زیادی داشتیم، برنامه داشتیم که کتابخونه مرکزی، یعنی تمام کتابخونه های اسلو ما رو دعوت کردن، نروژی هستن، یعنی کتابخونه های بزرگ اسلو ما رو دعوت کردن. در آینده نزدیک به احتمال قوی کتابخونه های سراسر نروژ قرار شده ما رو دعوت کنن برای اجرای برنامه. این داره گسترش پیدا میکنه و این من فکر میکنم که این شکل بزرگ بودن گروه ما و اون لباس های رنگارنگ سنتی که ما تنمون هست، خانم ها تنشون هست و این سازهایی که دست ما هست برای نروژ و اروپایی ها خیلی جالبه و اینکه استقبال میکنن، یعنی دوست دارن بشنون و استقبال از ما میکنن. آیا در صفحه اینستاگرام خودتون از برنامه هایی که اجرا میکنید هم میذارید که ببینندهای ما ببینن در جاهای دیگر که لذت ببرن؟ 100% شما میتونید ببینید، هم تو صفحه فیسبوک ما هست، هم اینستاگرام هست، از برنامه‌ای که اجرا میکنیم از 36 سال قبل به این ور خیلی زیاده. خیلی هم عالی. بله، با برنامه لایو شب‌های اروپا از برنامه‌های لایو شب‌های ایرانی امشب در خدمت جناب آقای جلال قباد بودیم. ایشون گروه موسیقی کندو رو دارند از نروژ و البته گروه دف نوازان صدف هم به زیر گروه کندو رفته و در صحبت پایانی جناب آقای قباد در خدمتتون هستیم. خواهش می‌کنم. اگر مطلب خاصی هست در ارتباط با فعالیت های خودتون یا چیزی میخواید اضافه بفرمایید در خدمتتون هستم. والا چه عرض کنم، باز من سپاسگزارم از شماها که دارین ما رو معرفی میکنیم به اقصانقاط دنیا. شاید تو ایران دوستان ما رو میبینن، در اروپا میبینن، اسکاندیناوی ما رو میبینن. واقعا سپاسگزارم از شما سارا خانم و پرشین روارد که این حرکت بزرگ رو دارین انجام میدین و ما موزیسین ها و هنرمندا رو به هم دارین نزدیک میکنین. من سپاسگزارم و بازم سپاسگزارم از ایرانیایی که تو سر تا سر نورستان ما رو حمایت میکنن.
بله خواهش میکنم، سپاسگزارم از شما که در برنامه لایو ما حضور داشتید. جناب آقای عباد قرار هست که در فستیوال 2025 ما حضور داشته باشند. امسال متاسفانه فرصت نشد که تایمشون نرسید که برسن برنامهشون به فستیوال، ولی قرار سال آینده حتما ایشون رو داشته باشیم در فستیوال 2025. خیلی خوشحال میشیم که در خدمت شما و هموطنان عزیز باشیم. هم سپاسگزارم. شب خوبی داشته باشید جناب آقای قباد. شب بخیر. مرسی، شب شما. مرسی، خدا نگهدار. سپاسگزارم از اینکه در برنامه لایو ما حضور داشتید. همونطور که ابتدای برنامه گفتم، پرژن ما جوایز فارسی قرار هست که در سال 2025 فستیوال بین‌المللی سالانه ایران رو دوباره برگزار کنه. همونطور که امسال 2024 برگزار کردیم، به مدت 32 روز ما برنامه های هنرمندان رو پخش کردیم. حضوری هم برنامه داشتیم در تورنتو کانادا، در آنتالیا ترکیه، در لندن برنامه داشتیم و قرار هست که اینا گسترده‌تر بشه. یعنی در سال 2025 ما در همه جا در سراسر دنیا و در کشورهای مختلف فستیوال بین‌المللی سالانه ایران رو خواهیم داشت و دعوت می‌کنیم از همه هنرمندان که پیگیری کنن برنامه پرژن و جواز پارسی رو. جلساتی در گوگل میت انجام میشه با حضور همه ایرانیان از سراسر دنیا روزهای شنبه و یک شنبه ساعت 5:30 عصر ایران که با کوچ تیم پرژن و جواز پارسی و جلسات برگزار میشه که صحبت پیرامون فستیوال بین‌المللی سالانه 2025 خواهد بود و میتونید پرسش های خودتون رو در اونجا بپرسید. من در کپشن مطلب رو میذارم، لینک صفحه فستیوال کانال تلگرامی فستیوال رو میذارم که برید اونجا مطلب رو ببینید. سپاسگزارم که در برنامه لایو من حضور داشتید. برای همتون آرزوی سلامتی دارم. امیدوارم هر جای این کره خاکی که هستید همیشه مانا خندان و رقصان باشید.